از عمده دلایل استقلال ذوق نگارگران ایرانی وفای به عهد اونها به اشاعه فرهنگ دیرپای ایرانی بوده. این تلاش تحسین‌آمیز و این نثار ذوق و هنر برای پاسداشت و نگهداشت میراثی بود که به واسطه رسیدن دوران مدرنیسم به ایران کم کم به کنج انزوا نگارگران آینه دل خوش‌ذوق ایرانی رسالت بزرگ رو بر دوش می‌کشیدند و اون هم به تصویر درآوردن قصه های پر رمز و راز ادبیات فارسی به خصوص حماسه دیرپای حکیم طوس بود. علت این رسالت معلوم بود. آینده‌ای که در گذشته رقم می‌خورد. دانستن تاریخ اساطیر ایرانی این نقاشی ما نمایش پیروزی خیر است بر شر. اگر پرچم در دست سیاوش نبود او از آتش رد نمی شد. اینها کلام حسین قلدر آقاسی است. زمانی که از او پرسیدن چرا پرچم نصر من الله و فتون غریب را دست سیاوش دادی، براستی اگر روزی سپاهی از بزرگان و نجبا و اسفهبدان و یلان ایران گرد هم آیند در زیر البرز کوه تا به سمت نور و شادی حرکت کنند، فرماندهی جز فردوسی خواهند داد که زیباست.